میکنند کسر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای کسر، این راهکاری که این مسئول گفته، البته تدوین قوانینی که پیش از این هم کردن، مسئله اجراشه، چه باید کرد برای نجات از فرونشست؟ ببینید، مسئله تدوین قوانین در مورد فرونشست نه انجام نگرفته، در مورد در حقیقت مقاوم کردن سازه ها در قبال زمین لرزه و یا ساختمون هایی که در کنار، حالا در هنگام زمین لرزه تاباوری بیشتری داشته باشن بوده آیین‌نامه 2800. اما درباره نشست زمین، پدیده‌ای که الان 4 دهه هست نقاط مختلف کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، هیچ کاری تا حالا نشد و این نقطه ضعف بزرگی جمهوری اسلامی بی‌توجهی به این مسئله است. ببینید، بحران آبی که ما داریم، حالا ورشکستگی آبی که الان داریم، باعث شده است که بسیاری از مناطق به خاطر برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی نشست بکنند، به خاطر حالا کشاورزی بوده یا مصارف دیگر. و اتفاقی که افتاده، ساختمان‌ها به طور همگن سطحشون پایین نمیاد و در شهر اصفهان بسیاری از ساختمان‌ها، بسیاری از خانه‌های مردم الان به طور ناهمگن ترک خوردن، یه قسمت بیشتر از دیگری اومده پایین. و با توجه به اینکه یک گسل هم از اون منطقه می‌گذره که ممکن است حالا از نظر خیلی‌ها مهم نبوده باشه، اما شرایطی اگر پیش بیاد که زمین لرزه بیاد، این زمین لرزه خاموش، یعنی زلزله خاموش، نشست زمین، باعث میشه خونهایی که تا حدی تخریب شده آسیب پذیری بیشتری داشته باشن. و جالب‌تر این هست که شهری که جمهوری اسلامی به عنوان نماد معماری اسلامی معرفی کرده به همه دنیا، به خاطر جمهوری اسلامی داره نابود میشه و دیگر که شهرهای بزرگ ایران و شهرهای کوچیک هم همین اتفاق براشون داره میفته. تهران بخشای مختلف جنوب غربیش گاه تا بین 25 تا 35 سانتی متر در سال دارن نشست میکنن. این رقم بسیار خطرناکه و این خطر نه تنها از منظر حالا بلند مدت زندگی مردم رو در آستانه حالا تهدید قرار داده، اگر زمین لرزه بزرگی در تهران بیاد، بخشی به خاطر حالا همون لحظه اول که زمین لرزه بیاد آسیب می‌بینن و بخشی به خاطر خانه هایی که سوس شده در قبال این مسئله. مهمترین مسئله این هست که بایستی بتوان آبخانها رو مدیریت کرد، نگذاشت میزان نشست افزایش پیدا بکنه، تزریق آب به آبخانها تا حد ممکن که از این حد بیشتر نشه و عدم مصرف آب سفره آب زیرزمینی مهمترین کاری است که باید صورت بگیره، ضمن مقاوم سازی. اما در خیلی از جاها مقاوم سازی اثر بخش نخواهد بود دیگر. فکر میکنین چقدر دارن گامهای اولیه رو برای این کارها برمیدارن؟ اگه خیلی کوتاه بگین. به هیچ عنوان. و این نکته خطرناکی است برای اپوزیسیون که باید توجه بکنه که برنامه ریزی برای آینده کشور فقط درباره آب نیست، برای بسیاری از بخشای کشور که جمهوری اسلامی تبدیل به زمین سوخته هم کرده هست. سپاسگزارم از شما نیکا هنگ کسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن، ما را همراهی کردند.